با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و نهم از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما دوستان و هموطنان بزرگوار هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع عرض کنم مقالطات. این یک بحث خیلی مهمی است، شاید مهمترین مباحث همین بحث باشد، چون تفکر علمی در جامعه ما رایج نبوده و بیان آزاد نبوده و اصولاً حیات دنیوی ما توسط زورمندان و دروغگویان با مغالطه ادامه داشته است. بنابراین مغالطات در بین ما بسیار بسیار رایج شده و ما باید یک روزی بتوانیم این زبان شیرین پارسی رو از مغالطات بزداییم. اون در فضای زور، وقتی حاکمیت زور هست، حاکمیت عقل به کنار می رود. در فضای زور اون چه می گذرد فساد هست، من جمله فساد در بیان و در واقع همه چیز و همه مفاسدی که ممکن هست در سایه استبداد در جامعه گسترش پیدا میکنه. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم، بعد مطالبی چند هست گزارش کنم خدمتتون، بعد ببینیم چه خواهیم کرد. بله، غزل بسیار زیبای حافظ شیراز می‌فرماید: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گر طمع داری از اون جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا، زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. گفتم ای مسند جم، جام جهان بینت کو؟ گفت افسوس که اون دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوتاه کنین گفت و شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت. گفت افسوس، گفتم ای مسند جم، جام جهان بینت کو؟ گفت افسوس که اون دولت بیدار بخفت. در واقع دولت بیدار ما از جنگ قادسیه به خواب رفت. بزرگی و عظمت ایران زمین و اون فرهنگ بزرگ ایران زمین از روزگار جنگ قادسیه که کمر تاریخ ایران شکست برباد رفت. خب اجازه بفرمایید که خدمت شما عرض کنم، ما دیروز اینجا در شهر دالاس در دبل تری هیلتون هم گفته میشه در خدمت دوستان بودیم. هموطنان تشریف آورده بودن و ما بحثی کردیم در باب شاهنامه و اونچه کردیم در این کتاب عرضه شده است که مطلع هستید. بحثی بود، دوستان دیگر هم سخن گفتند و حدود 3-4 ساعتی خدمت هموطنان بودیم. خواستم اینجا سپاسگزاری کنم
از دوستان عزیزم آقای ایرج درویش، سیاوش، آقای سیاوش بهرامی و همه کسانی که دست اندر کار بودند. چون برقراری این جلسات بسیار مشکل هست، مدیریتش وقت میبره، زحمت میبره، این است که از دوستان بسیار بسیار سپاسگزارم. مرحله بعدی در واقع یک نشست ما خواهد بود در شهر آستین. در شهر آستین را در دانشگاه در واقع تگزاس هستیم، University of Texas آستین. اونجا قبلا هم بودیم، یک مناظره‌ای با آقای دکتر هیلمن ما در همین اتاقی که خواهیم بود انجام دادیم، یکی دو سال پیش، در محل 201 East 24th Street آستین تگزاس، 78712 هست. ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود، بله، روز یک شنبه 22 نوامبر، 22 همین ماه، در دانشگاه آستین خواهیم بود، دانشگاه تگزاس خواهیم بود در آستین، در 201 East 24th Street. تلفن اطلاعات دوست بسیار نازنین من آقای افخمی مسئولیت این کار رو بر عهده دارن و شما می توانید با آقای بیژن افخمی تماس بگیرید اگر نیازمند اطلاعاتی در این باب هستید. تلفن 512 923 6932، 512 923 6932. و بعد از آستین در ششم دسامبر در شهر بزرگ هیوستن خواهیم بود. اونجا در مریت هتل خواهیم بود، در واقع 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس، 77042. دو تلفن اطلاعات هم خدمتتون میدم که میتوانید با دوستان تماس بگیرید، 832 887 81 11. دوست عزیز من آقای بابک ادیبیان عرض میکنم که در واقع مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن و آقای محمودی برادر بزرگوار من در اونجا، و همچنین تلفن 832 618 0240. این است که اول در واقع آستین و بعد در شهر هیوستن خواهیم. موضوع دیگر این که یکی از افسران شریف نیروی هوایی ایران فوت شدند. قبلا من از ایشان ذکر خیری کردم بابت کتابی که نوشتن، تیمسار سپهبد آذربرزین، در بیمارستان فوت شدن. ایشان در واقع بعد از انقلاب با ملیون کار کردند و در کتابی که نوشتند از حرکت‌های ملی در ایران در دوره اخیر به نیکی یاد کردند و بسیار مورد بیمهری بعض دوستان شدند و بسیار آزرده خاطر چشم از جهان فرو بستند. من پوتین بزرگوار رو به نزدیکانشون، خانواده ایشون و دوستان ایشون تسلیت میگم. آقای آل احمد دوست عزیز من چند دقیقه پیش زنگ زدن و این مختصر رو در باب درگذشت تیمسار آذربایجان به من گفتن و من هم عیناً خدمت شما عرض میکنم. بله، به خاطر این کتاب، خب متاسفانه این ماجرای تاریخ گذشته سبب نفاق شده است به جهت بی‌انصافی ما در باب قضاوت و درست نگاه نکردن حقایق و آنچه به ملت مربوط است.
بودند افسران بیدار و هوشیار و دانا در ارتش ایران بسیار بودند و آقای آذربرزین هم یکی از اونها بوده است که حقایق امور رو دریافته و به واسطه منعکس کردن این حقایق و کتاب ایشان که من بعد کتاب رو هم شاید قطعاتی از اون خوندم که کتاب رو البته من گذاشتم در شهر دالاس آقای بیکزاد در شهر لس آنجلس آقای بیکزاده نسخه به من دادن. امیدوارم بتوانیم کتاب رو بیاوریم و خدمت شما با اندیشه هایشون آشنا بشیم. این جنرالی که فوت شدن، این هم از این. خدمت شما عرض کنم من داشتم به روزگار صفویان نگاه میکردم و موضوع قزلباش ها. بعد رفته رفته تفکر من کشید به ینیچری ها. شما میدانید که امپراتور عثمانی به عوض خمس و زکات و اینجور چیزها اطفال نوزاد رو از مسیحیان میگرفتن. اینها یکی از خشنترین و بدترین امپراتوری های دنیا که هیچ گونه تولید هنری نداشته و هیچ خدمتی به جهان نکرده همین امپراتوری عثمانی بوده و دشمن ایران بودن. اینا بعدن بچه ها رو میگرفتن و این بچه نه پدر میشناخت نه مادر، اینا رو ظاهر مسلمون میکردن و از 5-6 سالگی شمشیر به دست اینها میدادن تا 25 سالگی اینها فقط آدم کشی به اینا یاد میدادن. وقتی که یک یعنیچری 24-5 سالش میشد بازوان نیرومند ساتورها هم به دست اینها میدادن و اینها جز خطرناکترین گروه عثمانیان بودند که هر جا جنگ خیلی سخت میشد یعنیچری ها رو وارد میدان میکردن و معمولا جنگ رو میبردن. و از اونجا فکر ما متوجه خاکستری پوشان هیتلر شد. هیتلر وقتی کودتا کرد در مونیخ موفق نشد، او رو به زندان انداختن، فکر میکرد او رو اعدام خواهند کرد، اما او رو گرفتن و محاکمه کردن. به واسطه تحقیبی که تحمیل شده بود به ملت بزرگ آلمان، مردم دردمند بودند و بسیار خشمگین بودند و بسیار تحقیر شده بودند و این هیتلر درست دستش گذاشت در همون نقطه و در دادگاه این سخنان رو گفت و طوری سخن گفت که هیچ کدوم از این قضات دستش پیش نمی رفت که او رو محکوم بکنه و سرانجام 8-9 ماهی به ایشان زندانی دادن. چه زندانی؟ مثل هتل بود و او رو به زندان فرستادن و یک رودولف هسی هم بود، قامت بسیار بلندی داشت، شغل رسمی هرگز هیتلر به او نداد اما به عنوان معاون او شناخته می شد. در اونجا کتاب نبرد من رو با انشاء هیتلر و تحریر هس در واقع تولید شد که در اونجا اندیشه های خطرناک هیتلر کاملا منعکس شده بود، درست مثل همین کتاب تحریر الوسیله و سایر منشآت آقای خمینی که کسی بهش توجه نکرد. همه گفتن آقا یه آخونده کسی چیزی گفته، در حالی که همه اندیشه های هولناک خمینی در اینها بود. متاسفانه فضای بازی نبود که آقا بنشینن و در باب این صحبت کنن، بگن یک آخوندی هم هست اینا مدعی حکومته و این حرفا رو زده، مردم بیدار می شدن آقا. ولی این فضا هم متاسفانه نبود. سهل است که بسیار وحشت داشتن از این خمینی و آخوندها، دولت می ترسید از آخوند. حالا به هر صورت هیتلر تصمیم گرفت برای اینکه در واقع این جمهوری وایمر رو که بسیار دموکرات بود و یکی از لیبرال ترین قانون‌های اساسی رو تحریر کرده بودند، اینها سرنگون بکند، آمد شروع کرد به چاق و کشار جمع‌آوری کردن. دوست من سپر در اتاق فرمان خیلی خیلی اشراف دارد به این قضایا. سپر جان از این چاق و کشان هیتلر تعدادی نشون بده تا ما مقایسه بکنیم با سپاه پاسداران امروز. بله اینها رئیسشون هم یک کسی بود به نام رام. رام هم میتونی نشون بدی لطفا؟ R-O-H-M
اگه اشتباه نکنم، و این دوست هیتلر بود. وقتی هیتلر به قدرت رسید و در شرایط نابسامان اقتصادی آلمان، فیلد مارشال هیندنبرگ مجبور شد که به این آقا مقام بده، اما گفت من به این اعتماد ندارم، قبلا هم هی اینو برده بودن، گفته بود این به درد پستچی میخوره، به درد صدر اعظم آلمان کجا و این سرجوخه کجا. باری این آقا شروع کرد به جمع‌آوری چاقوکش، به جایی رسید که تعداد چاقوکش های این آقا به 5-6 میلیون نفر رسید و آقای رام، اگر که تصویرش پیدا کنیم، بله این آقا فرمانده اینها بود. وقتی هیتلر صدر اعظم شد آمد با ژنرال ها صحبت کرد، دید عجب داستانی است، چه عظمتی داره ارتش آلمان و چه ژنرال هایی اونجا هستن. اینها گفتن آقا مملکت دارای دو نیروی نظامی نمیتواند باشد. البته در کنفرانس صلح پاریس فقط اجازه داده بودند آلمان دارای 100,000 نفر سپاه باشد و بیشتر نداشته باشد. هیتلر فکر کرد چاقوکشان رو بایستی که کنار بگذارد و بایستی ارتش رو نیرومند بکند. این است که بعد از صحبت با ژنرال ها، بله این آقای رام هست که ملاحظه میکنید، در یک شب تصمیم گرفت همه اینها رو به قتل برسونه. این آقا رو که عکس ملاحظه میکنید در یک هتلی پیدا کردن که با یک پسری خوابیده بود زیر، عرض کنم که، رخت خواب. هیتلر با گورینگ و یکی دو تا دیگه از دوستان نزدیکش لگدی نواختن به در و آقا رو اوریان در اونجا دیدن. اون پسر رو گفتن گذاشتن کنار دیوار و تیرباران کردن، آقای روم رو بردن در زندان و گفته بود که این چون دوست من بوده و فرمانده من بوده و خیلی من خدمت کرده، یک هفته در اختیارش بگذارین تا خودش رو بکشه. یکی از این فاشیستا آمده یک هفتیری گذاشته کنار دست این، گفته آقا من میرم و بر میگردم، شما خودتو کشتی تا من برگردم. گفت بگین که ایدولف خودش بیاد منو بکشه. ایدولف یعنی همون آدولف هیتلر خودمان. خلاصه حاضر نشد خودکشی کنه. اون آقا اومد و یه گلولم نثار این آقا کرد و این هم با یک نام پلید وارد در واقع تاریخ شد و دار دسته چاقوکش ها رو برچیدن. اینا کارشون این بود که مخالفین رو بکشن، چاقو بکشن، مغازه ها خراب بکنن. کاری که بسیجی ها سپاه پاسداران میکنن این گروه دسته این آقای رام میکرد. اینها رو نازی ها تولید کرده بودن به عنوان یک نیروی مستقل که بازوی نیرومند اینها باشد برای گرفتن قدرت، و از آن سو شروع کرد به گسترش ارتش و ساختن اسلحه، در حالی که این حق از اینها گرفته شده بود. در زیر زمین ها سالی قریب 2 بیلیون دوچه مارک هیتلر صرف ساختن هواپیماهای مدرن، تانک، توپخانه های سنگین، هرچی بفرمایید داشت درست میکرد. انگلستان هم در خواب بود و اونا فکر این بودن که چگونه اقتصادشون رو درست کنن، کشاورزیشون رو درست کنن. هیچکس حاضر نبود بعد از جنگ دوم دوباره جنگی بشود. اما این قراردادی که بسته بودن به قول ناظران سیاسی و دانایان امر گفتن آقا این یک آتش بس موقت هست. سر ادوارد گری که در ایران هم مشهور بوده و در اشعار شعرهای بعد از مشروطه هم نامش هست، گفته بود که آقا این یک آتش بس موقت، دوباره آلمان اروپا رو درگیر جنگ میکنه، چون این خیلی غیر منصفانه است تحمیل این قرار داد. اما در انگلیس ما یک شخصیت دیگری داریم که دائم در این اندیشه بود و اون آقای سر وینستون چرچیل بود که دائم نگران بود و اطلاعاتی کسب میکرد در باب اسلحه سازی هیتلر. و خلاصه ارتشی ساخت هیتلر که وقتی حمله کرد به روسیه این به عنوان بزرگترین ارتش زمینی که برای تسخیر کشوری میرود بود، قریب 3 میلیون نفر. نیروهای مسلح آلمان بیشتر از 6 تا 7 میلیون نفر، گاهی گفتن 11 میلیون نفر
نیروی نظامی بی‌نظیری به وجود آورد در تاریخ نظیر نداشت. اما چاقوکش ها رو بیرون کردن. اینا یه مش عرازل و اوباش بودند اینها، و این همین کار رو حالا خدمتتون عرض کنم که برگردیم اندکی عقب. در ایران ما در روزگار سبد، برمیگردم سر موضوع هیتلر، فراموش نمی کنم، قزلباش ها آمدن. قزلباش ها که بودن؟ همون یاران شاه اسماعیل بودن که آمدن و کشور ایران رو دوباره ساختن و البته بسیار جنایت کردن، بسیار خونریزی کردن. اینها تا این شیعه‌گری رو به ضرب شمشیر تحمیل کردن به کل جامعه ایران و این قزلباش ها شدن عین پاسدارای امروز. این پاسدارای امروز یعنی کل سپاه پاسداران بزرگترین مزاحم آزادی و بزرگترین مزاحم ملت ایران، و اینا یک مافیای قدرت ساختن، به دزدی و سرقت اموال ملت مشغول هستند و جز انحلال اینها و فرستادن اینها به منازلشان و محاکمه سرانشان راهی برای آزادی نخواهد. رفسنجانی یک روز گفت آقا بعد از اینکه جنگ تمام شد ما این نیروی فنی مهندسی ارتش رو که دارای ماشین‌آلات بود گفتیم چند تا جاده بسازن، بعد یک کنترات به کنترات دیگه، یک کنترات به کنترات. امروز کار به جای رسیده که اینا کمتر از مالکیت کل مملکت رضایت نمیدهند. این شده مثلا نیروی نظامی مملکت. باری برگردیم به روزگار صفوی، این قزلباش ها قوت گرفتن و قوت گرفتن و قوت گرفتن، همه در واقع قدرت رو تقریبا کنترل کردن. پادشاهان صفوی بعض اوقات یک بچه کوچکی بود، بعض اوقات یک بچه کوری بود، بعض اوقات یک آدم بی‌عرضه‌ای بود. این است که اینها دست درازی کرده بودند به شرف و ناموس مملکت و اموال مردم، عین همین سپاه پاسداران، تا اینکه شاه عباس کبیر که به حق این لقب کبیر در حق او شایسته است و این قبا بر تن او راست آمده است و این تنها آدم کبیری است که ما داریم در جهان به عنوان آدم کبیر شناخته میشه بعد از عرب، این آقا آمد و رؤسای اینها رو کشت و دست اینها رو کوتاه کرد از سر مردم و ارتش جدید ساخت و ارتش مدرن ساخت و با کمک برادران شرلی توپخانه های مدرن و ارتش مدرن ساخت و مملکت ما از شر این قزلباشا راحت شد. یعنیچری ها هم چنین بودن. یعنیچری ها هم بعد از اینکه فتوحاتی کردند برای عثمانی، اینها هم دست درازیشون شروع شد و مایه فساد شدن. همین کار رو هم ترکان کردن در بغداد و نمونه ها بسیار دیده شده. آقایون سپاه پاسداران فکر نکنن که اینها یک چیز بدیع جدیدی هستن و آینده‌ای که در انتظار اینها هست بهتر از اون چیزی نیست که برای قزلباش ها اتفاق افتاد و برای چاقوکشان هیتلر اتفاق افتاد و برای یعنیچری ها اتفاق افتاد. باری اونها هم در یک روز جمع کردن در یک دره و کشتن. گفتن اینها یک روزی نیروی نظامی بودن برای ما و امروز جز مزاحم نیستن و اینها رو به طور کل برانداختن، این سلاطین عثمانی. حالا جزئیاتش رو شاید یک روزی هم وارد بشیم به جزئیات که چگونه شد. هیتلر اینها رو برانداخت. بله، اینا از مینیاتورها برداشتن، تصویری که ملاحظه میکنید میناتور رو برداشتن، هیتلر هم چیز کرد. بعد که این آخوند خمینی آمد، ارتش ایران یک ارتش بزرگی بود، یک ارتش مدرنی بود و آدمای شریف و افسران شریف در این ارتش خدمت میکردن. امکان جابجا کردن یک پوکه فشنگ در این ارتش نبود، تا چه رسد به سرقت ها و دزدی و رشوه گیری. تا اونجایی که من به یاد دارم و شاهد بودم، اینها و دوستان بسیار داشتم در بین افسران شریف ارتش سابق. حالا یه عیب عمده ای هم بود که خب به هر صورت تکیه بر این بود که شما ارتش شاهنشاه هستین و ارتش شاهنشاهی هستین، این نقیصه بود که تعلیمات ملی
چون نامی از ملت نمی رفت. از بام تا شام خب صحبت از اعلیحضرت بود، اعلیحضرت شاهنشاه ایران، شما ارتش شاهنشاهی، ولی بسیار بسیار ارتش ایران ارتش شریفی بود. حالا اخیرا یک مش جاهل نادان آمدن و عرض شود که یک سخن ما رو وارونه کردند و توجه نکردند منظور من چه بوده است. وقتی گفتم من با ارتشی ها هستم، این مسبوق به سابقه بود. مقصود ما اون جنرال هایی بود که آمدن زانو زدن مقابل خمینی و با او بیعت کردن، سهل از قسم قرآن کردن خوردن که ارتش رو تحویل بدهند و چنین، مثل اون قره‌باغی که یکیش بود عرض کنم که، و اون ارتش بود جاسوس که یک عمری در واقع در دربار بود و بعد خیانت کرد، اینا منظور اونها بود. و عرض می کردم که این افسران شریف ارتش ایران در منتهای، نمیتونم بگم فقر، اما در منتهای زهد زندگی می کردن، چون حقوقی که به یک سرهنگ یا به یک سرتیپ یا به یک ستوان اینها می رسید بسیار بسیار چیز اندکی بود. به زحمت می شد یک آپارتمان اجاره کرد و زندگی کرد. و همونطور که عرض کردن در این ارتش امکان دزدیدن یک پوکه فشنگ هم نبود، تا چه رسد به میلیون ها دلار که به طور روزمره داره به سرقت میره توسط این سپاه پاسداران. این آخونده ها که اومدن به ارتش بدبین بودن، هم میترسیدن از ارتش هم بدبین بودن. این است که نرسیده این آخوند عرض کنم که رئیس کل شیاطین آمد و دیدید که، و بارها من به این هم اشاره کردم که گرفتاری از اونجا شد که وقتی این مرد آمد و این آخوند عمامه به سر آیت الله سید آمد و این جنرال های ایرانی رو بدون محاکمه، مردم ایران حق داشتن سخن اونها رو بشنوند و اونها حق داشتن که از حقوق خودشون دفاع بکنن. وقتی آمد در پشت بام و تیرباران کرد و در همه جا هر کس دارای سری بود بدون گناه تیرباران کردند، همه ساکت نگاه کردند، گروهی هم تبریک گفتند. این آقا رفته رفته شد یک آدمکش قهار تراز اول، آقای خمینی. نابود کنید دشمنان اسلام را. بله، میترسیدن. ارتش ایران ارتش مدرنی بود، ظاهرش مدرن بود، باطنش هم مدرن بود، جوانان تحصیل کرده، دانشکده افسری، بسیار بسیار آدمای شریف در این ارتش خدمت می‌کردن که هنوز زنده هستن، در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه زنده هستن و می‌دانند که من جز حقیقت سخنی نمی‌گویم جا خدمت شما. گفتن این رو باید منحل کنید، ارتش رو باید منحل کرد، چون ممکن است یک روز اینها علیه ما اقدام کنند. این است که آمدن این چاقوکشان رو استخدام کردن. هرچه رزل بود و هرچه چاقوکش بود و هرچه آدم بیکار بی سواد بود و اینها آوردن و سپاه پاسداران درست کردن برای چارمیخه کردن حکومت که نکند که دست مدد. چاقوکشان خیابانی هم درست کردن به نام بسیج که اینا برادران ما هستن و من مطمئنم بین اینها آدم های وطن دوست، ایران دوست شریف هست، اما تعدادشون زیاد نیست. و من توصیه میکنم این برادر بسیج برو یک کار شرافتمندی پیدا کن، این برادر پاسدار اگه میتوانی برو، آقا برو توی کسبی کاری چیزی. شما بیعت کردین با یزید، نشستین اونجا و فکر میکنید که دارید به وطن خدمت میکنید. این مایه ننگی، واقعا وجود شما مایه ننگ شده برای خود شما. دیدیم که چه کردید در خیابانها، در جنبش سبز، دیدیم که آدمای فرومایه و رزلی مثل اون رادان چه کردن و آدمای مثل قاضی مرتضوی و بقیه که اینها هزار بار از فاشیستای آلمان رزلتر هستن. این نان ننگینی که شما میل میفرمایید رو، این رو فکر میکنم که روزی که میخواد سرت بذاری و بمیری با ننگ وارد اون قبر نشوی. بچه های تو بگوین که پدر ما شرافتمند بود و شرافتمند زندگی کرد، نه اینکه چاقوکش علی خامنه ای بود و 15 تا شکم پاره کرده بود.
کل مملکت رو افتاده دست اینها، هر کار بخواهم میکنند و بزرگترین مزاحم آخوندها هم شدن. در واقع این چند روز که ماجرای سوریه بالا گرفته و هر شبت که از اینها میفرستن اونجا، مرتب داره جسد برمیگرده. یک ادم که خب اینا بازاری هن، اینا که دیگه سرباز رزمی نیستن که، یه مش بازاری شکمگنده. عکساشون اگه ببینید میبینید نه ظاهر این با آدم ارتشی رفته، نه لباسش با آدم رفته، نه هیکلش با آدم نظامی میخوره. معلوم نیست که این چی هست. این آقا کله پزه، این کله پز که حالا با درود بر کله پزان که اونا زحمت کش هست، من نمیدونم اینا رو چه اسمی بگذاریم، با ریشای بلند و اون شکم ها، دیدین شکم این رئیس کل این اینا رو، اینها افتادن به مفتخوری و وارد کردن قاچاق از بندرهایی که فقط اینها میدانند. این همه قاچاق در کشور ایران از کجا میاد؟ بعد میگیرن در خیابون 2 گرم هروئین، نمیدونم 3 گرم شیشه فلان میبرن دار میکشن. یعنی ما داریم مبارزه میکنیم با مواد مخدر، در حالی که به طوری که رایج هست، به اون احمدی نژاد هم گفته بود در باب قاچاق که برادران قاچاقچی ما هستن اینها رو میآورن. یکی از بزرگترین مفاسد این رژیم جمهوری اسلامی وجود همین سپاه پاسداران هست که این بزرگترین مزاحم در واقع توسعه سیاست در مملکت و در واقع شدن، و اینها خودشون رو در واقع نوکران علی میدانند، آقای علی خامنه ای، و یک در واقع مافیای دولتی هستند که دستشون به همه چیز دراز شده است، و اینها جز عرض کردم جز فساد چی تولید نمی کنند، و اینها سرنوشت خوبی نخواهند داشت. این کشور اگر بخواهد کوچکترین گامی بردارد در راستای توسعه یا اصلاح طلبی، به قول اینها اصلاحی بخواد بشود، با وجود اینها میسر نیست. اینها رو باید یک شبه منحل کرد، رؤسای اینها رو گرفت محاکمه کرد، بقیه هم فرستاد اینها رو در واقع اگر لایق هستند اینها رو در واقع با ارتش یکی بکنن، چون هنوز ارتش ایران پرستیجی در بین مردم داره و احترامی در بین مردم دارد. اما فکر نمی کنم مردم ایران از سپاه پاسداران راضی باشند، یا گروه بسیج که چابکش‌های خیابانی هستند و در کنار اینا ده ها گروه های جاسوسی و سربازان غایب امام زمان و غیره. برای چه؟ برای سرکوب کردن این مردم و تداوم دزدی. حالا فرض کنید 14-20 سال دیگه هم شما دزدی کردید، تصور می فرمایید که این داستانی که شما آغاز کردید ادامه خواهد داشت برای همیشه؟ آیا چنین چیزی در تاریخ سابقه داشته؟ در شمال کشور ما یک مملکتی است که 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت، قوی ترین ارتش جهان رو داشت، بزرگترین نیروی اتمی هم بود، یا یکی از دو نیروی بزرگ اتمی بود، با قریب 30-40 هزار بمب اتمی و این همه نیروی در اینا، نتوانستن جوابگوی نیازهای مردم باشن. و اون چه زور زدن و اون چه هر چه ادعا کردن اینها نتوانستن و مردم از اینها بیزار شد، اینا سقوط کردن. شما که از روز اول مردم از شما بیزار بودن، ببینید حالا چه سرنوشت خواهید داشت. برادران پاسدار عزیز ما و برادر چاقوکش نازنین بسیجی در خیابان، شنیدم که کمتر بسیجی می شود پیدا کرد که عرض کنم کوره سواری داشته باشد یا کوره ادبی داشته باشد. اما من این رو اغراق می دونم، همونطور که عرض کردم، هم در بین پاسداران هم در بین بچه های بسیج حتما بچه های وطن پرست خوب هم پیدا می شه، اما تعدادشون اندک هست. اما کل این ساختار و کل این دستگاه فاسد هست. اینها مزاحمین مردم هستند و زالو به جان مردم.
این مخارج سنگینی که صرف نگهداری اینها میشه، آقا باید صرف تعلیم و تربیت بشه، صرف گسترش دانشگاه ها بشه، صرف گسترش مراکز تحقیق بشه، آقا صرف نمیدونم آباد کردن اون سرزمین که خراب شد بشود. این است که وقتی ما نگاه کنیم به تاریخ، اون کسانی که گمان بردن با تأسیس چاقوکشان، یعنی دستگاه های چاقوکشی و سازمان های از این دست می توانند تداوم حکومت خود رو ضمانت بکنند، اینها همواره در اشتباه بودند. روزی رسیده است که خود اینها مجبور شدن این بنگاه ها رو منحل بکنن. امروز همین سپاه پاسداران مزاحم خود رژیم هم داره میشه. آقای علی آقا اونچنان قدرتی میگوین که فکر میکرد ندارد، و بعض اینها گویا گفتن آقا ما پاسدار نشدیم داشتم که بریم سوریه، ما نمیریم. 30 تاشون 40 تاشون رو برابر اخباری که من میشنوم اینا گرفتن زندان کرد. مملکت ارتش مدرن میخواد با ریش های تراشیده و شکل سرباز و یونیفرم شیک مرتب و اسلحه مدرن و تعلیمات وطنی و میهنی و استقلال رأی. نگاه کنید، مایه افتخار کل منطقه ارتش مصر بوده. این اخوان المسلمین یه نفر دو نفر که نبودن که یه آخوند پیزوری آمد حکومت سرنگون کرد در مملکت. اینا بیشتر از 20,000 بودن. یه جنرال پیدا شد بهش التیماتوم داد، وقتی که مطالعه کردن دیدن آقا این طرحی که این آقا داره طرح همون جمهوری اسلامیه، بهش التیماتوم داد که تا فردا بایستی که بری بیرون. گفت تو به من دستور میدی، من رئیس جمهورم. فردا بردن کردن آقا رو تو گونی، و این شخصیت و این اصالت و این استقلال رو ارتش مصر نشون داد که این نیروی مزاحم اسلامی اخوان المسلمین رو یک سره از میان برداشت که کسی نمیده اینا چه هست. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ولی ما وحشت داشتیم از آخوند. اسم آخوند که میمد تن بزرگان ما میلرزید، میلرزید، میترسید آخوند. فضیلتش چیه؟ هیچی. یک 6 ماه رفته فیضیه مفت خورده، یه عمامه گذاشته، ریشی گذاشته، شده هیبت الله. بعد ما از این بترسیم. به نظر من روزی که اینا شروع کردن، همون اسلامیون قدیم، فدایان اسلام، بایستی همون روز همه آخوندها رو کنترل میکردن. مردی مثل کسروی رو برمن در دادگستری، در اتاق بازپرسی، در اونجا برن بکشن. الله اکبر، الله اکبر، نظر برن. من میخوام اینجا سپاسگزاری بکنم و ذکر خیری بکنم از یک مبارز واقعی که با دلسوزی تمام و پشتکار تمام به خدمت به جامعه ایرانی مشغول است، و اون دکتر مسعود نقره‌کار، دوست عزیز من هست، که با وجود مشغله زیاد همواره به کار مشغول است در جستجوی عدالت، و بسیار بسیار فعال هستند و با صمیم قلب، بدون اینکه در واقع چشم راشتی به چیزی داشته باشن، مسعود مدام در کار عدالت جویی است با نوشته هاش، با صحبت هاش و با مقالاتش، و من مفتخرم به دوستی، به دوستی مسعود نورکا، دکتر مسعود نورکا. خب یه اطلاعی دیگر هم هست، میخوام خدمتتون بخوانم. کانون فرهنگی شهر اورلندو در واقع نشستی برگزار میکنند، سخنران هنگامه افشار، شاعر روزنامه‌نگار، درباره طاهره قرة العین.
یکی از شخصیت‌های تاریخی طاهره است، طاهره قرة‌العین، که در واقع نبوغ فوق‌العاده داشته این زن و آزاده به معنی کلمه بوده و چون آخوندها بر نمی‌تافتند که یک زن پیدا بشه و در اون عصر و وارد فعالیت‌های اجتماعی بشه و آزادی خواهی، اینها سخنهای زشت گفتن اینها، اما تاریخ نام طاهره قرة‌العین رو عرض کنم که با احترام در لوح در واقع خاطره خود ضبط کرده. این سخنرانی در باب طاهره هست که من در باب ایشان صحبت کردم. شاعر، فعال اجتماعی، انقلابی به معنی واقعی بود و نخستین کسی بود که این لچک ننگین رو از سر برداشت و تأثیر بسیار باقی گذاشت. سخنرانی در باب طاهره قرة‌العین یک شنبه از 15 نوامبر ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، محلش هست در هیلتون هتل هست، 350 ساوت نورت لیک بولوارد هست. بله، در نوشتن آلتامونت سپرینگ، فلوریدا 32701. تلفن اطلاعاتم خدمتتون میدم، 407-327-2184، 407-327-2184. صحبت هنگامه است، هنگامه افشار در باب قرة‌العین. بله، که داستان خیلی خیلی طولانی دارد این قرة‌العین و سرنوشت بسیار دردناک در ماجرای در واقع پیدایش سید علی محمد باب، که داستانش خیلی خیلی مفصل هست. من اولین کسی بودم که این موضوع پیدایش آیین باب و بها رو در تلویزیون مطرح کردم و با شخصیت های مختلف صحبت کردیم و تاریخ رو خیلی دقیق بررسی کردیم، آثار باقی مانده رو به درستی نگاه کردیم، مثل عرض کنم کتاب بیان و نقطة الکاف و غیره، چندین سال پیش. بعد هموطنان بهایی به طور مستقل البته برنامه تلویزیونی برقرار کردند و به فعالیت مشغول هستند. این هم اطلاعی دیگری بود خواستم خدمت شما گفته باشم. اجازه بدید که این تلفن رو لطفاً اعلام بکنید، تلفن 972-292-0101، با هموطنان صحبت بکنیم و چنانچه سوالی هست، چون مدتی است ما در واقع صحبت کردیم و متکلم وحده بود. بعد از کتاب در واقع نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه، ما باز مشغول شدیم به دنباله مقدمه‌ای که بر کتاب مقالطات نوشته بودیم سال 2008 و امید من آن است که بتوانم این کتاب رو که در واقع دست نوشته هاش همه هست مرتب و منظم بکنیم و یک کتابی به همین عنوان به دست بدهیم که خیلی خیلی کار مهمی خواهد بود. عرض کردم اروپا بعد از گذشت دوره درخشان یونان و تمدن روم به دست کلیسا افتاد. به دست کلیسا افتاد، علم و معرفت خداحافظی کرد. هلو، بفرمایید خانم. سلام آقای مشیری. سلام بر شما خانم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ متشکرم. اولا تشکر کنم از این همه زحماتی که شما میکشید. ممنونم. خیلی خیلی ممنون. یه سوالی داشتم آقای مشیری از خدمتتون. جانم خانم.
ببخشید ممکنه مناسبت نداشته باشه الان، ولی شما چی فکر کنید درباره این انقلابی که شد؟ بله، من اون موقع تقریبا 30 و خورده 32 سالم بود. اون موقع هیچ اطلاعی نداشتم از سیاست افیکی. بله. ولی اون موقع بعد از همون یک سال نگذشته بود که من که با این که هیچ علمی نداشتم فهمیدم که اگه ما آگاهی داشتیم، اگه بله. ما اطلاع داشتیم، بله، آگاهی از وضعیتمون داشتیم، اینطوری نمیشد. بله. میخوام این سوالی از شما بکنم، چرا این روشن فکرهای ما، این به اصطلاح عالمان ما اینو متوجه نشدن؟ میخوام این از شما، البته بارها به عناوین مختلف گفتید ولی دوست دارم اینو باز بفرمایید، چرا اینطوری شد؟ یک دنیا ممنون از محبتتون. خواهش میکنم. متشکرم از شما عزیزم، ممنونم. خداحافظ. هموطنان بسیاری روی خط آمدن، زمینه که من با این خانم بزرگوار صحبت میکردم روی خط آمدن. عذر میخوام که نمیشد که صدایشون رو قطع کرد، داره مجدد میتونید زنگ بزنید که با هم صحبت کنید. خانم، سوالی که میفرمایید خیلی خیلی جواب پیچیده‌ای دارد، یعنی با یک دلیل و دو دلیل نیست. شما مطمئن باشید هرگاه یک واقعه بزرگ در یک جامعه به وقوع پیوسته، این یک علت نداشته، علل مختلف داشته. مثلا این واقعی مثل سقوط ساسانیان ما بخوایم بررسی بکنیم، علل بسیار بوده است که به ضعف ساسانیان انجام میده، و بعد از اون سو این گروه اعراب بیابانی رو که یک محمدی آمد. الو بفرمایید. نه بفرمایید، حرفتون رو بزنید عزیزم، بفرمایید. بله جناب استاد مشیری، سلام عرض کردم. سلام بر شما قربان. من فقط خواستم جناب استاد با اون نظری که خودم دارم، چیزایی که از شما آموختم، میخواستم با شنوندگان شریک بسازم. بفرمایید، میشنون عزیزم. من جناب استاد، من از شنوندگان دائمی شما هستم، ایرانی هم نیستم، افغانم، البته همه برادر ما و شما. بله. من از شما بسیار آموختم، بسیار یاد گرفتم. من از تمام جهان خواهش میکنم برنامه شما رو نگاه کنن، گرچه شما از تعریف و توصیف خوشتون نمیآید، ولی من باید بگم که شما افتخار مردم فارسی زبان جهان هستین. یعنی هرچی فارسی زبان در تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و ترکیه و ایران هست، باید به شما افتخار کنن. ممنونم عزیزم. و من با عرض کردم که شما از تعریف خوشتون نمیآید، ولی من وظیفه خود میدانم جناب استاد. سالهای سال باید بگذره، باید 100 سال دیگه تیر بشه که باز یک مشیری دیگری. از شنوندگان شما خواهش میکنم که به برنامه های شما سن بگیرن، کمک کنن اگر میتونن، در قدرتشون هست، بشنون، خرد بیاموزن. شما خرد مردم بیدار میسازین. باید از خرد خود استفاده کنن، نه از جهل و از نادانی و از عقب افتادگی و از حضرت قبل که پیغمبر چه کرد و امام چه کرد. حالا کاری نداریم، به اون موضوع وارد نمیشم. جناب استاد، در آخر می یک ربایی درباره شما از سنایی میخوام بخونم، چون شما رو باید بشناسن. این ربایی رو میخوام در شأن شما بخونم. میگه سالها باید که دا یک مشت پشم از پشت میش، سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش، عارفی را خرقه گردد یا حماری را رسند. درنها باید که تا صاحب دل با یزیدی از خراسان یا مشیری از ایران. لطف میکنی، قربونتون برم. خیلی ممنونم عزیزم. ما باید خبرها رو پخش بکنن. اگر سوالی دارین به سرعت بفرمایید. از لطف شما سوالی ندارم، سلامتی شما رو میخوام. قربان شما جناب استاد. خیلی 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 خوشحال شدم و لطف فرمودید. خیلی ممنون. لطف شما کم نشه. هموطنان گرامی، سپر اشاره کردن که باید خلاصه اخبار رو پخش کنن.
میدویم و برمیگردیم خدمت شما بزرگواران و به سوال خانم من جواب خواهم داد. شما هم میتوانید زنگ بزنید با هم صحبت کنیم تا چند دقیقه دیگه. با درود مجدد خدمت شما و سپاس از برادر افغانم که آمدن ما رو کلی شرمسار کردن. چون اشاره به کمک کردن عرض میکنم که آقای شجره گفتن آقا شما هیچ کمکی نمی کنید. شما در این برنامه‌ای که ما داشتیم کمکی نکردید به برنامه و سخنی نگفتید. ما گفتیم که دو بار سه بار آمدیم و گفتیم، هنوز هم گویا ادامه دارد و بچه‌ها در اتاق فرمان هستن. سپر جان اون تلفن کمک رو شما اونجا داشته باشید که هموطنان زنگ بزنن و تلویزیون پارس رو پشتیبانی بکنن. یک مطلب جالبی من در باب تلویزیون پارس دیروز شنیدم. دیروز برنامه جالبی بود از چند جهت. یکی اون که سه تن از برادران ما که در یک راه خیلی دور در یک دانشگاه دوردست درس میخوانن آمدن که ما به خاطر شما آمدیم و با هم صحبت کردیم، و خانمی آمدن با یک پسری که حدود 10 سال بیشتر شاید نداشت و اسمش هم سپهر بود. گفتن سپهر از بینندگان شماست و همیشه برنامه ها رو دنبال میکنه و حفظ میکنه. یک سوالی هم از من کرد سپهر نازنین که من بهش درود میفرستم و ازش خواهش کردم این سپهر جان به من در تماس باشه. گفت میتوانید بگویید که اگر کشور ما انقلاب نشده بود حالا چگونه بود؟ گفتم عزیزم من پشت بلنگو، چون به خصوصی از من سوال کرد، گفتم من پشت بلنگو جواب شما رو خواهم داد تا همه بشنون و سوالشون رو جواب داد. بله عرض شد که اشاره میکردم به کمک، لطف کنید زنگ بزنید و تلویزیون پارس پشتیبانی کنید. مطلبی گفتن این است که گفتن آقا ما در ایران هستیم، میبینیم که دستگاه های مثل بی بی سی مثل چیه شفاف با روی بعض اینها روی 2-3 ستلایت هستن و اینها. ما از کیفیت تلویزیون پارس یعنی پخشش میدانیم که میفهمیم که پولی از جایی نمیگیرد، وگرنه بایستی کیفیت پخشش هم حداقل مثل اونا بود. اما داره محتواست، بچه هایی که اونجا کار میکنن زحمت میکشن چنین و چنان. من خیلی خوشحال شدم که از نظر توجه هم میهنان این سازمانی که ما درش هستیم دارای حیثیت هست و همواره متکی به پشتیبانی مردم بوده است. این است که بایستی کاری کرد. آقای شجرم مشکلات بسیار داره در واقع. بعض اوقات زنگ میزنم صحبت کنیم، من در بیمارستان هستم برای معاینه قلبم آمدم چنین و چنان، و عرض کردم این تلویزیون پارس رفته رفته به یک مؤسسه ملی تبدیل شده. خب برمیگردیم که به سوال هموطن گرامی که چرا در مملکت ما انقلاب شد. خدمت شما عرض میکنم هموطن عزیزم، ایران انقلاب شده بود، ما نیازمند انقلاب نبودیم. مگر یک کشور چند بار انقلاب میکند؟ ما نیازمند اون بودیم که به قانون احترام بگذاریم و ما نیازمند اون بودیم که احزاب را آزاد کنیم، نیازمند اون بودیم که روزنامه ها را آزاد کنیم همونطور که در قانون مشروطه پیش بینی شده بود، و ما نیازمند اون بودیم که مقر و معترف بشویم که این مملکت متعلق به این ملت است و این مردم بایستی مدیریت کنند در این سرزمین. و به طور کلی قانون باطل شد و کسانی هم که قدرت رو در دست داشتن، نه که سوء نیت داشتن که بخوان کار بد بکنن، نه، اما طریق اشتباه بود، بار اشتباه بود. این دستاوردهای مادی رو خیلی به سرعت میشد آورد. مهم توسعه سیاسی بود، مهم گسترش معرفت بود، مهم آن بود که بیان و زبان آزاد باشد تا مردم به اون معرفتی که شما بهش اشاره میکنید برسن. نه این که روزنامه ها در کنترل باشد، نه این که سانسور باشد، نه این که
کسی جرأت نکند حرف بزند و اینها. بنابراین در این گونه دولت ها و این گونه دولت ها حتما سقوط میکنن، حتما نذارم. اینها به مسابه منشوری هستن که ما از نوک بخوام اینها رو نگهداری کنیم، از رأس بالا نمیشه. باید روی قاعده بنشینه تا دارای ثبات باشه و این قاعده شانه های مردم هستن. متاسفانه عرض کنم که ضمن دولت که بر سر کار بود و کارهای بسیار انجام میداد، کارهای خوب هم بسیار انجام داد، اما کار اصلی اون بود که مردم مختار باشند در کار و آزادی باشد و آزادی احزاب و آزادی روزنامه ها و آزادی تشکل باشد و در واقع گسترش سیاسی در مملکت، تا مردم ما دانا بشوند در امور سیاسی. این است که هر چه زمان پیش آمد مردم خشمگین‌تر شدند، تا جایی که گفتند که آقا این نباشد، هر چه باشد خوب است، که این یک مغالطه است، این یک اشتباه بزرگ بود. و متاسفانه این روشنفکران ما عرض شد که فریفته شدند به این سحر و افسون یک مرد آخوند که آمده بود و از اون سخنان میگفت، از اون آزادی میگفت، از نمیدونم آزادی زنان میگفت، از خوشبختی مردم میگفت، در حالی که یک آدم جنایتکار بود و یک آدم دروغگو بود و کشور رو به این روز درآورد که شما میدانید. ما اصلا نیازمند انقلاب نبودیم. روشن فکرم به اون وجهی که شما متصور هستید ما نداشتیم متاسفانه دیگه، چون روشن فکری در فضای باز تولید میشه. وقتی فضا بسته باشه، درست فرض بفرمایید که ما یه اتاق تاریک داریم، در این اتاق تاریک فرض کنید که ما یک ماه در این اتاق تاریک داریم زندگی میکنیم، یک کورسو یک شمعی برای ما مثل خورشیده. این است که بسیاری از اینهایی که ما به عنوان روشن فکر میشناختیم حالا یک سخنی گفته بودند با پیچیده شده در هزار لایه ابهام تعبیر میکردیم، تفسیر میکردیم که معنیش این هست، در حالی که منظور شاعر یا نویسنده اون نبود. این است که روشن فکر در این گونه فضا ایجاد نمیشود. عزیز من، ما این روسیه شوروی رو نگاه کنید، اینا رجال بسیار بزرگ داشتن، نویسندگان بزرگ داشتن، هنرمندان بزرگ داشتن، موسیقیدانهای بسیار بزرگ داشتن قبل از انقلاب. این انقلاب کمونیستی که شد به واسطه استبداد غریب عجیبی که حاکم کرد، دیگه ما چیزی پیدا نکردیم. دیگه نمیدونم تولستوی و چایکوفسکی و اینها روشنفکران بزرگ دیگه ما پیدا نکردیم، به جهت اینکه فضا به گونه ای بود که تولید روشنفکری نمیشد، نمیشد که بشود. این است که میفرمایید روشنفکران، اینا یک تعدادی آدم پیر مانده بودن از روزگار قدیم که ملیون بودن، که اینا هیچ موقع در واقع راه به جایی نداشتند و به اینها میدان داده نمیشد، به وطن دوستان، و وضعیت نابسامانی بود و متاسفانه کار به دینجا کشید. وگرنه مملکت ما نیازمند انقلاب نبود. مگر چند بار باید انقلاب بکنیم؟ آقا این آمریکا یه انقلاب کرد، انگلیس یه انقلاب، فرانسه یک انقلاب کرد و تمام شد. ما اون چرا داشتیم میبایست اون رو محترم میداشتیم. و این نظام مشروطه پادشاهی به نظر من همواره، من چون آدم سنتی هستم و ارج میذارم به تاریخ ایران، بسیار بسیار سیستم زیبایی بود، بسیار سیستم خوبی بود که شاهنشاه ایران پشتیبان قانون باشه و در کاخ بنشینه و اونجا معیار فضیلت‌های نیک اون سرزمین باشه، چون شاهنشاه به معنای در واقع تعبیرش دارنده بهترین توانایی های نیک بوده در روزگار قدیم و این دربار بایستی پشتیبان قانون می بود و بایستی در اونجا بهترین اعیاد ایرانی، بهترین آداب و سنن ایرانی در اونجا اجرا می شد و
در واقع پشتیبان مردم بود. اگر مردم ناراضی بودن اینا میباسی پناه میبردن به تشکیلات مدرن پادشاهی و چنین نشد متاسفانه. حالا بر صورت به گونه دیگر شد و 2500 سال پادشاهی مملکت سرنگون شد و تمام شد متاسفانه، در حالی که اجداد ما گمان میکردن در روزگار مشروطه که این سیستم پادشاهی باید بر جای بماند و مردم حکومت کنند و این نهاد محترم پادشاهی هم که 2500 سال در اون کشور بوده و علی رغم همه این حملاتی که شده و بیگانگان آمدن هنوز محترم و برجاست، محترم و بر جای بماند. اما متاسفانه چنین نشد و روزگار به وجه دیگری شد. بله ببخشید هموطنان، چند هموطن را از دست دادیم. این است که علل بسیار داشت، دخالت خارجی هم بود و وضعیت باعث خشم جامعه شد و همه چیز سقوط کرد. این داستانی است که شما صد بار شنیدید و دیدید. مردم هم آگاهی سیاسیشون بسیار پایین بود، بسیار بسیار پایین بود. یعنی آگاهی مردم ما در روزگار مشروطه، نگاهشون به آزادی، نگاهشون به حاکمیت ملی، حاکمیت ملت، نگاهشون به قانونمندی بسیار بسیار بالاتر از روزگاری بود که انقلاب بروز و ظهور کرد. بفرمایید قربان. سلام بر شما. بفرمایید عزیزم. بود که از شما تشکر بکنم. واقعا به عنوان ایرانی هم به وجود شما افتخار میکنم و هم تشکر میکنم از زحمات شما. متشکرم دوست عزیز. عزیزم عرض کنم به شما که صرف نظر از این تشکر، یه مسئله رو میخواستم یادآوری بکنم و اونم اینه که این آخوندا صرف نظر از اینکه یه سری کلمات و واژه‌های شیطانی رو وارد ادبیات ما کردن، مثل همون کلماتی که شما چندین بار یاد کردید، مثل مفسد فلرز و بله چنین کلماتی، اما در کنار این یه سری واژه‌های دیگر هم اینا به قول انگلیسی ها کیدنپ کردن، یعنی دزدیدن و با دزدیدن این کلمه، یه خود انگولک کردن این کلمه، اینا رو تو جامعه جا انداختن. بله. از اون کلمات کلمه علمه. بله درسته، همینجوره، راست میگی. برای اینکه علم یک به قول معروف چرخه کاملا روشن و واضح و مشخصی داره. درسته. وقتی که یه کسی میاد میگه عالم، بله عالم یعنی کسی که دارای علم هستش. بله. و با توجه به این شناسایی و توضیح کاملا کاملا مشخص و روشن واژه علم، که نه تنها به هیچ آخوندی بلکه اصولا به هیچ آدم روحانی نمیشه که کلمه عالم رو اطلاق کرد، برای اینکه اصلا یک روحانی میتونه هر چیز دیگه باشه غیر از عالم. بله. برای اینکه کلمه علم، اون پروسه علم، روند علم در رابطه با یک آدم روحانی به هیچ عنوان جا نمیگیره. همینجوره عزیزم، همینجوره. و از این واژه ها ما چند تایی دیگه هم داریم. من از جایی که وقت کوتاهه و میخوام که بعدی هم بسان هم زنگ بزنن، اینی که بیشتر از این مزنگ میشن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از شما دوست عزیز، بسیار لطف فرمودید. خواهش میکنم. یه خواهشی هم داشتم و اونم اینه که ما فرهیختگان و فیلسوفای خوبی این برون بر داریم توی جای مختلف دنیا. بله. یکی از اونا البته فراوون هستن، ولی یکی از اونا آقای آرامش دوستدار هستش که ایشون ساکن آلمان هستن. بله بله کتابشون رو خوندم. بله. من نمیدونم که به چه صورت نش باشه، یه که حالت مثل مصاحبه هایی که معمولا شما انجام میدید اگر بتونید انجام. بله خوشحال میشم. بله بله
یه همچین مصاحبه‌ای من فکر میکنم که برای کل مردم ایران بین بلخص شما و ایشون میتونه بسیار بسیار دهنده باشه و ملت ایران ازش واقعا استفاده ببره. ممنونم عزیزم، سعی میکنیم با ایشون صحبت کنیم. یک مسئله کوچیکی هم فقط در انتها بگم و اونم که جناب مشیری عزیز، من از سوئد زنگ میزنم، می‌خواستم ببینم که ما چطور میتونیم شما رو دعوت بکنیم به سوئد. خیریز ما اینجا شدیدن نیاز به وجود شما داریم، یه جلسه سخنرانی اینجا بذارید. من نمیدونم که آیا در امکان این رو به ما میدید که ما بتونیم که همچین دعوتی از شما. خواهش میکنم عزیزم، من قرار هست و سالهاست به این داستان فکر میکنم که بیام اروپا و خدمت شما دوستان و هموطن نازنین برسم و این برای من یک آرزو شده است. حتما اعلام میکنم چنین تصمیمی شد، اعلام میکنم، شما رو خبر میکنم دوست عزیز. در هر حال ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، مزاحم شما نمیشه. لطف فرمودید. دوستم امیدوارم که همیشه سالم و موفق و پیروز بشید. ممنونم از محبت. درست فهمودن هموطنم، آقا علم معنی داره، چه عالمی، کدوم علم. و میخوام به اطلاع شما برسونم که دیروز اعلام شد که گاز هیدروژن رو توانستن به فلز تبدیل بکنن در مثلا یک صدم ثانیه و این یک کشف بزرگ بود. چون حالا این توضیحش هم مفصل، وقتم تمام شد. ما می‌دونیم که زمین دارای یک میدان مغناطیسی است. علت این میدان مغناطیسی این است که آهن مذاب هست داخل کره زمین، وقتی زمین میچرخید مثل دینام عمل میکنه و این میدان مغناطیسی سبب شده است که زمین حفظ بشه و فضا دور زمین یعنی هوا حفظ بشه از عرض کنم این طوفان های خورشیدی که میان. و متحیر و متعجب بودن که بعضی سیارگان که هیدروژن هستن میدان مغناطیسیشون از کجاست، و بعد معلوم شد زیر فشار و حرارت هیدروژن حالت فلز پیدا میکنه که عایق الکتریسیته است، درست حالت دینام رو پیدا میکنه. یکی از کشف های بسیار بسیار بزرگ جدید بوده که دیروز اعلام شد. البته من مطمئنم که در قرآن هم آمده بوده. البته خب وقت ما هموطنان گرامی بسیار بسیار، من پوزش میطلبم از هموطنان نازنینی که نتوانستیم باشون صحبت کنیم و زحمت کشیدن آمدن روی خط. امیدوارم بتوانیم در جلسات آینده با هموطنان صحبت کنیم. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم. از شما هموطنان یک به یک سپاسگزاری میکنم، دوستانی که روی خط آمدن و دوستانی که عرض کنم به تماشای این برنامه نشستن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.